خب امروز درسمون راجع به یکی از گرامرهای خیلی خیلی مهمه که علاوه بر مهم بودنش کلا توی دستور زبان خیلی زیاد ازش استفاده میشه یعنی کاربردهایی که داره که در نهایت با هم یاد میگیریم و توی مثال ها میبینیم کاربردایی که توی زندگی روزمره خیلی استفاده میشه یعنی میشه گفت یه جورایی یکی از پرکاربردترین گرامر هست حالا چه تو مبحث زمانها، چه کلا توی گرامر خیلی مبحث مهم پرتکرار و کاربردی بریم طبق رسممون با اینترودکشن شروع بکنیم ببینیم که چه جوری این گرامر استفاده شده و کجاها داره استفاده میشه توی کانتکست ببینیمش با هم دیگه خب اینترودکشن I wake up به قرمزا دقت میکنیم دیگه قرمز اون چیزی که قرار راجبش صحبت بکنیم I wake up at 7 o'clock every day I take a shower Then I get ready I have a cup of coffee Some milk And cornflakes okay. با هم یه بار دیگه به خونم شما هم تکرارش بکنید I wake up at 7 o'clock every day I take a shower. Then I get ready. I have a cup of coffee, some milk, and cornflakes. قرار شد که معنی اینا کار نداشته باشیم که اصلا معنی اینا چیه حالا میخوایم ببینیمش که چجوری تو جملات استفاده شده فقط کورن فلکس همون خوراکی هایی که میرزن تو شیر صبحانه میخورن دیگه همون قلات صبحانه بهش بریم سراغ جمله دوم I go to work by my car I go to work by my car I have lunch at one Then I go back to work At four یا yeah, at four o'clock I have a coffee break اینجا هم have باید قرمز بشه I have A coffee break. I get back home at six. I get back home at six. I have dinner at nine. I have dinner at nine. And go to bed at ten thirty. And go to bed at ten thirty. یک یه کوچولوی چیزی رو راجبش با هم دیگه صحبت بکنیم این چی بود این مت راجب چه چیزی بود متوجه شدید حتما دیگه مت به هم پیوسته بود دیگه یه نفر بهش میگفت چه ساعتی بلند میشم چیکار کار میکنم صبحونه چی میخورم چه ساعت آماده میشم نمیدارم کافر بریک دارم یه تایم مثلا استراحتی که قهوه میخورم توش و کی گردم خونه و کلا داشت راجبه چی صحبت میکرد و در نهایت هم میگه شام خوردم فلان ساعت و فلان ساعتم رفتم خوابیدم این داره در مورد چی صحبت میکنه این چه چیزی رو نشون میده راجبه چه چیزی یک فرده دنبال اون کلمه هم در مورد روتین یک فردیه روتین اون فرد رو توضیح میده که از صبح که بلند میشه تا شب چه اتفاقاتی براش میفته پس همین اول کار داشته باشیم گرامری که میخوایم بخونیم حالا میفهمیم چرا انقدر مهمه دیگه چون که در مورد روتین افراد میخواد صحبت بکنه شما هر روز چه کار میکنید هر روز نمیدونم اتوبوس چه ساعتی را میفته هر روز چجوری میری سر کار هر روز هی اتفاقاتی که به صورت روتین هر روز داره هر لحظه براتون میفته پس به خاطر اینه که این گرامر اینقدر مهمه پس این کاربرد بسیار بسیار مهمش رو تو ذهنتون داشته باشید که در مورد روتینمون اتفاقاتی که به صورت تکراری همیشه داره میفته خب حالا بریم دقیق و درست این رو بررسی بکنیم و جملات زیادی ازش ببینیم و جمله سازی کنیم باشیم. شروع میکنیم. جمله اول. I get up at 7 every day. تکرار. I get up at 7 every day. Get up. یادتونه گفتیم جملات رو خیلی ماشینی و روباتیک نمیگن. جملات به هم پیوسته است کلمات به هم پیوسته تلفظ میشه قاعده هایی داره برای خودش ولی حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشه فقط یه قاعده کوچیکش اینی که ببینید الان get up چون حرف آخر کلمه اولمون که get یه حرف بی صدا است یه حرف بی صدا خب. داره میره به میرسه به یه حرف صدا دار که آ get up زمانی که باز حرف کلمه حرف آخر کلمه اولمون با یه حرف بی صدا تموم میشه و میرسه به کلمه بعدی و حرف اون کلمه دومه صدادار هستش این دوتا رو میشست کنیم به هم پس چجوری شد؟ یه بی صدایی در انتهای کلمه میره میچسته به یک صداداری در ابتدای کلمه بعد بی صدامون اینجا چیه؟ تو کلمه اولمون get کلمه اول تی حرف آخرش بی صدا حرف دو... کلمه دوم چیه؟ آ؟ Mm -hmm. خب حرف اولش صدا داره پس تیمی چه به آ I get up I get up خب چه شد؟ I get up at seven every day I get up at seven every day حالا راجع به you میخوایم بگیم چی گفته؟ You have breakfast at eight You have breakfast at eight You have breakfast at 8. Mm -hmm. خب جمله اولمون I get up at seven every day یعنی چی؟ یعنی من هر روز ساعت هفت از خواب بلند میشم. Get up. جمله دوم You have breakfast at 8. You have. Mm -hmm. اینجا have معنی خوردنه. خب میگه چی میخوری ساعت هشت؟ تو هر روز ساعت هشت صبونه میخوری. تو هر روز ساعت 8 you have breakfast at 8 جمله بعدی راجب اون آقای میخواد بگه راجب هی میخواد بگه چه چجوری گفته اینو و چه جمله در داره راجبش میگه he goes to gym in the afternoon he goes to gym in the afternoon خب میگه چی؟ میگه اون آقاهه بعد از ظهرا میره جیم این داره روی روتینش میگه He goes to gym in the afternoon My brother goes to gym in the afternoon برادرم mm -hmm. چیکار میکنه؟ بعد از ظهرا این دی میره میره باشگاه خب راجع به شی راجع به میخواد بگه چی گفته؟ She goes to coffee shop in the evening. She goes to coffee shop in the evening. این داره چه میگه؟ She, اون خانمه, goes to coffee shop in the evening. میگه شبا in the evening میره اون خانمه میره کافی شاپ. خب. اسلاید بعدمون The train. The train lives Uh, the train leaves at 8 in the morning. The train leaves at 8 in the morning. قطار یا ترن هر روز صبح ساعت هشت حرکت میکنه. ترک میکنه ایستگاه رو. The train leaves at 8 in the morning. Mm -hmm. بعدی We We get back home by bicycle. We get back home by bicycle. خب میگه ما چیکار میکنیم؟ با دو چرخه برمیگردیم خونه. By bicycle. این یه اشتباه رایجه که خیلی ها اشتباه میگن مثلا I go to work with car. With اینجا اشتباهه. ما یاد گرفتیم که با حالا بعد بشه خیلی جاها with با ترجمه میشه. W-I-T-H ولی این اشتباهه. اینجا وقتی میخوام بگیم با وسیله نقلیه میریم،, میریم یه جایی یه جایی برمیگردیم کلا میخوام استفاده بکنیم از بای بعد استفاده بکنیم مثل اینجا ما با دو چرخه برمیگردیم حالا اگه میخواست بگیم ماشین برمیگردیم چی میگفت We get back home by car پس بای کار by bicycle یا مثلا by plane by train با هواپیما با قطار اوکی شماها You drink a lot of tea every day You drink a lot of tea every day Every day یه نکته ای داره every day ببینید every day رو اینجا به هم چسبیده نوشتیم every و day رو به هم چسبیده نوشتیم یا از هم جدا نوشتیم از هم دیگه جدا نوشتیم آیا فرقی هم میکنه every day به صورت چسبیده به هم با every day قطعا که فرق میکنه بریم ببینیم فرقش چیه You drink a lot of tea every day هر روز چی میخوره؟ کلی چایی میخوره کلی چایی مینوشه Drink الله ما میگیم خوردن اونا میگن حالا ما تو فارسی برای چایی هم فعلا خوردن حالا خیلی وقت تو محابرمون استفاده میکنی ولی درستش نوشیدنه خب پس اینجا گفتی You drink a lot of tea every day حالا ببینیم واقعا این everyday چسبیده با پیوسته چه فرقی با هم دیگه دارن الان گفتیم اینجا داریم راجع چی افراد صحبت میکنیم در مورد روتینشون صحبت میکنیم روتین یعنی یادتون باشه این کلمه خیلی با این کلمه کار داریم ببین اوری دی راجع به روتین دیگه هر روز یه اتفاقی داره میفته اوری که جدا نوشته شده یعنی هر روز میده every هر day روز هر شب چی میشه every night هر صبح Every morning و mm -hmm. بس اینو با جدا بنویسیمش یادتون باشه بس ببین every morning every night every day جدا باید بشن ازم ولی به هم پیوستهش چه معنی میده دیدید جایی به هم پیوسته کجا اینو به هم پیوسته می نویسن یه مثال میزنم با مثال توضیحش بدم مثلا میگیم که این این عبارتو دقت بکنید everyday conversation everyday conversation یا everyday communication communication همون ارتباط conversation مکالمه everyday conversation آیا اینجا منظورمون مکالمه هر روزه یا مثلا ارتباط هر روزه نه اینجا به چی میخوره؟ اینجا میشه روزمره everyday conversation مثلا میگن دورهایی که مکالمات روزمره رو توش کار میکنیم پس everyday conversation رو بعد everydayش اینجا چسبیده بنویسیم معنی روزمره است پس everyday جدا شد هر روز everyday ولی وقتی میگیم everyday چسبیده به همه تو تلفظش فرق نمیکنه دارم اینجا نشون میدم که به هم چسبیده میشه everyday یعنی روزمره مرسی مثال بعدی they eat out on the weekend they eat out on the weekend دو تا فعل یادتون باشه eat out افعال دو کلمه ای بهش میگن دو تا کلمه است eat out eat فعل تک کلمه ای ولی eat out دو کلمه ای مثل get up wake up اینا به بهشون میگن که فعل های دو کلمه ای ولی گرامر یه خاص خودشون هم دارن که با هم کار میکنیم اتفاقا they eat out on the weekend eat out یعنی بیرون خوردن بیرون خوردن یعنی شی ان رستوران رفتن پس غذا خونه اگه غذا خونه بخوریم میگیم ایت این ولی غذا وقتی بیرون از خونه میخوریم میگیم مثلا تو رستوران میریم میگیم ایت اوت دی ایت اوت اون دی ویکند اونا آخر هفته ها بیرون غذا میخورن میرن رستوران غذا میخورن